درود میگم به همه بینندگان در سراسر گیتی که بیننده برنامه های هفتگی جنبش رنسانس ایرانی هستند و همینطور درود و خوش آمد میگم به دکتر آرتمیس اهورا. آرتمیس جان خوش آمد. درود بر شما بانو افسانه گرامی و درود به همه بینندگان و شنوندگان برنامه های جنبش رنسانس ایرانی که این سری برنامه ها رو در یوتیوب جنبش پیگیری میکنن. سپاس از حضورتون. بانو آرتمیس، جستار امروز در مورد این هستش که چرا گلوبالی سعی داره جهان وطنی و بی وطنی رو در جهان رواج بده و چرا و چه افرادی از این ایده پشتیبانی میکنن و چه نفعی برای این افراد یا گروه ها یا سازمان ها داره این جهان وطنی و در واقع بی وطن بودن. درسته. سپاس از شما بانو افسانه. این جستار یکی از مهمترین جستارهایی است که امروزه در جریان. من بعضی اوقات در کلاب هاوس یا جاهای دیگه میشنوم که مردم میگن که نه، این شما فکر میکنید همچین تئوری توطئه‌ای وجود نداره. مثلا اونا فکر میکنن که 5 نفر نشستن در یک اتاقی دارن برای جهان تصمیم میگیرن، در حالی که پدیده گلوبالیسم یک پدیده بسیار بسیار جدی و روبه رشده و یکی دو نفر هم نیستن، لشکرهای اینها در چند دهه گذشته برای خودشون دست و پا کردن، افرادی رو به یارگیری هایی کردن و کسانی رو برای خودشون در نظر گرفتن و پشتیبانی ازشون میکنن که باور کردنی نیست و متاسفانه دارن روز به روز نیرومندتر میشن. یکی از مسائلی که در واقع این روزها ممکن همه ما بشنویم، خیلی ها ممکنه متوجه شده باشن که یک گروه های غیر دولتی ایجاد دارن میشن و اینها یک نفوذ خیلی گسترده و روبه رشدی دارن در روابط بین الملل، ولی متاسفانه میدیا، ما میبینیم رسانه ها، این ظهور گروه های غیر دولتی و در واقع تأثیرشون یا دخالتشون در روابط بین الملل رو به عنوان یک پدیده سودمندی در نظر گرفتن که میگن یک جامعه مدنی جهانی درست میکنه که دولت ها رو تحت فشار میذاره که مثلا رفتارشون یا شیوه عملکردشون مناسب تر بشه، در حالی که واقعیتش اینه که تجارت غیرقانونی مواد مخدر و اسلحه و مالکیت معنوی، یعنی حق به اصطلاح حق مالکیت هر اختراع و اکتشاف و هر نوع در واقع نوآوری و همچنین خود مردم، تجارت مردم و تجارت پول، در واقع گروه هایی هستند که جزء این گروه های غیر دولتی هستند که روز به روز دارن قدرتمندتر میشن و دارن نفوذ میکنن در اداره کشورها و سیاست گذاری های کشورها و در سیاست گذاری های بین مللی. در واقع مثل جنگ با تروریست، در واقع مبارزه برای کنترل این بازارهای غیرقانونی در برابر این شبکه‌هایی که خیلی سبکن و خیلی سریع دارن رشد میکنن، در واقع دولت‌ها تا زمانی که استراتژی جدید برای مبارزه بزرگتر و نیرومندتر با اینا اتخاذ نکنن، روز به روز در برابر این دولت‌های به اصطلاح در سایه یا گروه‌های غیر دولتی متنفذ در دولت‌ها ولی در سایه قرار دارن، روز به روز قوی‌تر میشن و مبارزه علیه اینها شکست خواهد خورد اگر ما تا چند سال آینده نتونیم، یعنی مردم جهان نتونن جلوی اینها رو بگیرن. در واقع اینها خودشون مبارزه باهاشون به اندازه رویارویی که ممکنه کشورها در جنگ‌های فیزیکی علیه همدیگه با همدیگه پیدا کنن، اینا به همون اندازه مؤثرن و مخرب هستن. و جالبه که عده بسیاری از کسانی که در این گروه های غیر دولتی دارن حتی علیه کشور خودشون اقداماتی میکنن یا اقداماتی میکنن که مستقیم و غیر مستقیم به زیان ملت خودشون، به زیان آینده کشور خودشونه، همش به خاطر سود مالی است. حتی سود مالی داره اهداف مذهبی و اهداف سیاسی تروریست ها رو به حرکت در میاره.
در واقع وعده سود مالی هنگفت موجب انگیزه کسانی میشه که میان و از هر گونه ایجاد ناامنی، حالا این ناامنی میتونه فیزیکی باشه، میتونه اقتصادی باشه، میتونه روانی باشه، حتی میتونه انواع و اقسام جنگ ها و نابسامانی ها رو در بین کشورها و ملت ها ایجاد کنه. اما همه اینها به خاطر در واقع سود بیشتره و شبکه های جنایی و خلافکار و به اصطلاح بزهکاران بیشتر از همه از این شبکه های غیر دولتی خصوصی ولی بسیار نیرومند و پولساز دارن استفاده می کنن. و در واقع اینها چون از محدودیت های جغرافیایی خودشونو میخوان آزاد کنن و آزاد هستن، یعنی مثلا میخوام بگم افراد یک گروه ممکنه حتما محدود به اون کشور یا این کشور نباشن، از همه کشورهای جهان درش آدم باشه. برای همین هم نه تنها بازارهای غیرقانونی به صورت بین‌المللی گسترش پیدا می‌کنه، بلکه حجم و منابع شبکه‌های جنایتکار به صورت بین‌المللی داره افزایش پیدا می‌کنه و این خودش یک بار سنگین‌تری رو بر دوش دولت‌ها می‌ذاره. در واقع بودجه های عمومی رو مجبور میشن دولت ها فشرده تر کنن که بخشش رو بذارن برای مبارزه با این گروه های مزاحم غیر متمرکز و خصوصی سازی ها، مقررات زدائی ها، محیط های باستر برای تجارت و سرمایه گذاری بین المللی و مهمتر از همه تمرکز زدائی. همه اینها کار مبارزه با جنایتکاران جهانی رو در واقع دشوارتر میکنه. برای چی؟ برای اینکه دولت‌ها از یک سری بروکراسی یا قوانین مشخصی تشکیل شدن و این قوانین و امور اداری باید رعایت بشه در هر دولت، ولی اینها گروه‌های غیر دولتی که از دولت‌ها و حاکمیت آزاد هستند، این حالت‌های دست و پایگیر بروکراسی و قوانین دولتی رو ندارن و برای همین هم می‌بینید که قاچاقچیان مواد مخدر، فروشندگان سلاح، قاچاقچیان افراد، انسان‌ها، جعل کننده ها و پولشویان شبکه سازی هاشون شبکه های بسیار نیرومند و بسیار متغیری شده و در واقع یک سری استراتژی های پیچیده و غیر قابل باور اینا ایجاد کردن که نه تنها فرهنگ های مختلف و کشورهای مختلف بلکه قاره ها رو در بر گرفته. برای همینه که ما امروز اصرار داریم که باید این دشمنان در واقع جامعه بشری رو در واقع شکست داد، برای اینکه در آینده احتمال شکست دادنشون از این هم که امروز هست کمتر میشه و به خاطری که این گروه های غیر دولتی آرزوی داشتن یک کشور رو ندارن، در واقع به طور قابل توجهی بدون دستگاه های دولتی قادرن به اهدافشون برسن و یه انسجامی برای خودشون در سراسر جهان درست بکنن. در واقع بی کشوری برای اینا یک موهبته، یعنی شما هنگامی که خودتون رو متکی و محدود به یک کشور خاص ندونین، یه قدرت بزرگتری رو میتونین در اختیار بگیرین، توسط مدیا میتونین مردم جهان رو شستشوی مغزی بدین، از طرفی هم خب کمپانی های بزرگ به اینا پول های فراوون میدن، اینا میتونن فناوری های مدرن رو استفاده بکنن و خودشون رو سازماندهی میکنن، قدرت مالی پیدا میکنن و اقداماتی همیشه علیه کشورهای دیگه، یعنی اهداف خودشون که کشورهای مختلف هستن رو میتونن برنامه‌ریزی و اجرا بکنن و هیچ نیازی هم ندارن که دولت خودشون رو ایجاد بکنن. آن چیزی که ما در دو سه قرن گذشته میدونیم و میبینیم اینه که به جای گروه هایی که از راه های مختلف به دنبال تشکیل دولت هستن، الان این گروه های در واقع بی کشور یک طیف وسیعی از اهداف رو دنبال میکنن و در این حال هم به طور فعالانه از تشکیل یک دولت اجتناب میکنن و در واقع میان به دنبال نفوذ در دولت‌های موجود هستن و از خودشون نیرو در دولت‌ها گذاشتن، نماینده‌های رو خریدن، افرادی از دولت، وزرا، وکلای گوناگون رو خریدن و در واقع دولت‌ها رو تحت فشار
دچار از طریق قانونی حتی دارن قرار میدن، در حالی که کل فعالیت ها اینها غیر قانونی هن و کل فعالیت هاشون مخفیانه و زیرزمینی است و باندهای گوناگون اینها رو تشکیل میدن. در واقع ما میتونیم بگیم فوران خشونتی که مثلا در چند دهه اخیر میبینیم مثل یوگسلاوی و چچن در دهه 90، ادامه تنش‌هایی که تو کوزوو و قفقاز میبینین، در سریلانکا میبینین، در کولومبیا، در حماس رو میبینین، در سرزمین‌های فلسطین و اینها، این گونه گروه‌هایی که میبینین از طریق همین دست های بین المللی تأمین مالی میشن و تحریک میشن و اینها خودشون دائم علیه همدیگه و علیه اون کشوری که توش زندگی میکنن و دولت مرکزی نفرت پراکنی و مبارزه میکنن و این موجب خواهد شد در دراز مدت کشورها ضعیف و ضعیفتر شن. چرا؟ برای که دولت ملت ها کارآمدترین راه هستند برای دفاع از یک کشور، یعنی نیشن استیت ها، و خیلی اوقات این دولت ملت ها میتونستن کشور رو از عوامل خارجی، از حملات مختلف، از اینکه کسی بیاد منافع یک کشور رو به تاراج ببره حفاظت کنن. ولی متاسفانه این گروه های غیر متمرکز اینقدر در همه جوامع و کشورها آدم شروع کردن به نفوذ دادن و آدم خریدن که الان خطر فروپاشی کشورها از درون حتی خودشون داره میره، این خطر داره روز به روز بیشتر میشه که ممکنه افرادی که از بیرون از یک کشور حتی خریداری شدن از طریق دست‌های جهانی ضربه به کشور خودشون بزنن و کشورها رو از درون فروپاشی بکنن. و برای همین هم برخلاف اون چیزی که رسانه ها دارن ترغیب میکنن، تشویق میکنن یا تبلیغ میکنن که این گروه های غیر دولتی موجب ضعیف شدن انحصار دولت و انحصار خشونت دولتی میشن، در واقع اینها خودشون به نوعی نقب میزنن زیر دولت ها و موجب خشونت های وسیع در خود جامعه و نفرت پراکنی های گوناگون میشن و تازه صدمات بسیار زیادی به یک پارچگی ملت ها میزنن. در واقع اگر که مثلا شما در 150 سال گذشته نگاه میکردین، در تاریخ این گونه بود که مثلا افراد فکر میکردن افراد کوچکی که کشوری ندارن، مثلا قبیله های گوناگون یا جمعیت های مانند جمعیت های یهودی که در اروپا در کشورهای گوناگون پراکنده بودن، اینا فکر میکردن اگر کشور خودشون رو یک روزی داشته باشن میتونن نیرومند بشن و کسی بهشون تعدی نکنه. و برای همین هم دیدیم که بعد از جنگ جهانی دوم به کمک انگلستان آمدن و کشور اسرائیل رو ساختن در خاورمیانه و زمین‌هایی رو خریدن از کشورهای از کشور میزبان که بالاخره حالا فلسطینی‌ها اونجا ساکن بودن و از کشورهای اطراف، و آمدن و گفتن که حالا ما کشور خودمون رو داریم و نیروی خودمون رو داریم، در حالی که برعکس اون چیزی که به نظر میاد اکنون خیلی‌ها ما می‌دونیم یک خود کشور اسرائیل همشون صهیونیست نیستن، همشون وابسته به ایدئولوژی سرزمین موعودی یا کوه صهیون نیستن، اینا هم لیبرال دارن، دموکرات دارن، چپ دارن، اینو دارن، اونو دارن، و داریم میبینیم همون گروه های دیگر غیر صهیونیست دارن موجب آسیب زدن به اسرائیل میشن، بلکه اونها با دست های مشترک گلوبالیزم از پشت به اصطلاح پرده ها با هم دیگه متحد هستن و اونها حتی ضربه میزنن به کشور خود اسرائیل و حتی آسیب میزنن به گروه های به اصطلاح محافظه کارتر و به کسانی که تلاش دارن هر گونه شده اسرائیل رو سر پا نگه داره. و برای همین هم میبینید که از بزرگترین تارگت های گلوبالیستا خود اسرائیل هست و میبینید که مثلا بزرگترین راه پیمایی ها یا به اصطلاح پریت های LGBT رو شما در اسرائیل میبینید و ترویج مواد مخدر و خیلی از مسائل و معضلات اجتماعی در خود اسرائیل بسیار زیاد شده و داره این کشور رو یه جورهایی دست های گلوبالیزم حتی از هم فرو میپاشه
و میبینیم که بنابراین این که بعضی از اقوام یا ملت‌ها در کشورهای دیگر فکر میکنن اگه جداشن و کشور خودشونو داشته باشن دیگه همه چیز مطابق میلشون میشه، نه چنین چیزی نیست، برای اینکه دست‌های گلوبالیزم از پشت صحنه در حال در واقع ترویج جهان وطنی و بی کشوری یا بی تابعیتی است برای گروه‌هایی که خودشونو تکی و ملزم به شهروندی کشور خاصی نمیدونن. مثلا طرف ممکنه مثلا آلمانی باشه یا فرانسوی باشه یا نیجریه‌ای حتی باشه، ولی خودشونو متعلق به هیچ کشور خاصی ندونن و در واقع یه جورهای نهادهای سیاسی پشت پرده خودشون رو دارن و حتی وارد صحنه‌های بین‌المللی میشن و تجارت، سیاست، اقتصاد و بسیاری از بازی‌های جهانی رو در واقع به عهده می‌گیرن. کاری که اینا دارن می‌کنن می‌دونین مثل چیه؟ بازیگران غیر دولتی مثل دزدان دریایی یا مزدوران هستن که مثلا تا قرن 19 هم وجود داشتن و بعضیشون حتی هنوز وجود دارن. اینا یک سری بازیگران مستقل خودشونو میدونن که هدف نهاییشون این بود که به هیچ جایی، هیچ کشوری، هیچ دولتی وابسته نباشن، ولی در این حال منبع مالی خودشون، حالا حتی اگر اون موقع از طریق دزدی دریایی و دزدی و راهزنی بود، به دست بیارن و تصمیم گیری های خودشونو بکنن و برای خودشون دولت متحرک خودشون مثلا روی اون کشتی رو داشته باشن، اون گروه یا اون باند دزدان دریایی. بنابراین میبینیم که این جور گروه ها که رو به رشد هستن به نظر میرسه که در صدد بی اهمیت کردن سیاسی و استراتژیک دولت ها هستن و دارن به مردم تلقین میکنن که شما نیازی ندارید خودتون رو ملزم بدونید به هیچ کشور یا حکومت خاصی، برای اینکه اگر که بیاین و با ما باشین با هدف های کورپوریشن ها، ما خیلی قوی تر از دولت هاییم، ما افراد رو میخریم و میفروشیم، دولت ها رو تعیین میکنیم یا سرنگون میکنیم و تمام اهداف سیاسیمون رو تامین میکنیم بدون اینکه خودمون هیچ دولت خاصی داشته باشیم، هم تامین مالی و به اصطلاح نفوذ و قدرت اقتصادیمون رو خواهیم داشت. بانو افسانه، اگه پرسشی دارین بفرمایین یا اینکه من ادامه بدم. اجازه بدین بانو آرتمیس، جمهوری اسلامی، من میدونم که همیشه سوالم برمیگره به اینجا، به ایران و موضوعات ایران. جمهوری اسلامی آیا بازیچه همین بازی ها قرار گرفته؟ آیا اینها باید تعیین کنند چه زمانی جمهوری اسلامی باید برود یا نه؟ این قضیه شد. سپاس بانو افسانه. ببینین، قدرت‌های بزرگ جهان، قدرت‌های برتر جهان که ما می‌دونیم قابلیت‌های نظامی خیلی نیرومندی دارن، در واقع تلاششون این هست که قدرت‌هاشون رو نگه دارن تا بتونن ابرقدرت یا نیرومند بمونن. برای همین دولت‌های بزرگ شخصا شاید خودشون اهدافشون این نیست که خودشونو ملزم به هیچ کشور ندن، برای اینکه مثلا میگم اگر که آمریکا یکی از قدرت‌های برتر جهان باشه یا آلمان یا انگلستان، اینا موقع قدرت برترن که مفهومی به نام آمریکا یا مفهومی به نام انگلستان یا آلمان وجود داشته باشه که بتونن بودجه ها رو براش برنامه‌ریزی کنن، قابلیت‌های نظامیشون رو داشته باشن و بتونن در واقع بقای کشورشون رو تضمین بکنن. اما جمهوری اسلامی چون خودش به تنهایی از روز آغازی که اومد هدفش با ایران گرایی متفاوت بود، نه به ملت، نه به میهن، نه به این آب و خاک می اندیشید یا دلبستگی داشت، اینها در واقع اون حالت چلدوز بغداد رو داشتن، راهزنانی که میان یه جا رو میزنن و میرن. و متاسفانه چون که اینها زمانی که آمدن اهدافی که جمهوری اسلامی رو بر سر کار آورد با اهداف غرب در یک سو قرار داشت، اینها رو به عنوان مهرهای خودشون آوردن اینجا گذاشتن که از ایرانی که میرفت رو به نیرومند شدن با یه حس ناسیونالیستی و میهن پرستی قوی ضعیفش بکنن و
بتونن یک دولت دست نشانده ضعیف و به خیال خودشون، خب به هر حال آخون جماعت بی سواد و بی تجربه کشورداری بود، فکر میکردن اینها رو که بیارن خب به هر حال پاپت های خوبی خواهند بود و تا چندین و چند سال هم همه جور منافع اروپا و امریکا، ممکنه در ظاهر مرگ بر آمریکا میگفتن ولی همه جوره بودن جمهوری اسلامی به نفع اروپا و آمریکا بود، هم از نظر خرید نفت به قیمت یه لیوان آب، در واقع به قیمت آب می خریدن این نفت رو از ایران، هم سلاحایی که تو 8 سال جنگ ایران را فروختن به ایران، هم تمام زیرساختایی رو که اومدن پروژه های گوناگون و اروپایی ها گرفتن و خیلی از اینا رو هیچ وقت به ثمر نرسوندن، چون میدونستن با یک دولت بی مسئولیت بی کفایت طرفن و کسی ازشون بازخواست نمیکنه. سالها و سالها ایران رو بازی دادن به عنوان این کارخانه، اون نمیدونم تکنولوژی یا هر چیز، و هر چی بنجل داشتن به ایران فروختن، مانند ماشین کیا که اومد به ایران، پراید آشغال مدل فورد دهه 80 بود، در واقع یکی از فوردهای هاچبک دهه 80 رو اومد به ایران فروخت دولت کره و سالهای سال ایرانیان رو چاپیدن، حالا با انواع و اقسام بیزینس ها و مبادلاتی که انجام میدادن، و برای همین دست های دولت های قوی پشت این حکومت بود. اما این حکومت هرگز نه میهنش رو دوست داشت، نه ملتش رو دوست داشت، نه میخواست کاری برای این کشور انجام بده. تنها موضوعی که در مورد ایران وجود داره اینه که گلوبالیست ها خودشون تا زیر سیبیل آقایون اومدن، یعنی همین که شما میبینید هیچ احساس خطری از ایران نمی کنن و هر زمانی که فکر میکنن که یه ذره ایران زرت و زورت زیادی میکنه، مثلا سران این کشور میخوان یه حرف نابجایی براشون بزنن یا میخوان یه تهدید کوچیکی بکنن، بلافاصله میان قشنگ از درون خود این کشور توسط افراد همین کشور یعنی ایران که خریداری میشن، میان و میرن موشک‌ها رو منفجر میکنن، مراکز هسته‌ای رو، یا اگر که مراکز دیگه‌ای هست که اونا فکر میکنن که باید منهدم بشه و جلوش گرفته بشه، به راحتی انجام میدن. برای همین هم تا امروز هیچ خطری برای اینها، برای هیچ جای جهان ایران نداشته و همه مدل سودی هم به اینها رسونده. بنابراین خود این حکومت هم که الحمدلله ضد مملکت ترین، ضد میهن ترین، ضد ایران یا انیرانی ترین حکومت ممکن بود و برای همین هیچ نیازی نبود که دیگه یک جهان وطن تر از اینها بر ایران حکم بکنه و حکم برونه. برای همین هم شما میبینید که این جمهوری اسلامی با اینکه اینها یک بخششون جزء دار و دسته گلوبالیستا هستن، همون هایی که داشتن انقلاب رنگین، انقلاب سبز به اصطلاح موسوی رو در اون زمان انجام میدادن، اینا یه بخششون داشتن از گلوبالیستا خط میگرفتن و بودجه میگرفتن برای اینکه مردم بریزن بیرون، ولی متاسفانه یا خوشبختانه در اون مقطع نظر، یعنی کاری که گلوبالیست ها میخواستن با ایران بکنن به سرانجام نرسید. در واقع من میتونم بگم خوشبختانه. برای چی؟ برای که اگر اینا تونسته بودن جنبش سبز رو به ثمر برسونن، آخوندار میزدن کنار، دار و دسته اصلاح طلبا رو میابردن بر کار میذاشتن و اون وقت دیگه رفتن اصلاح طلبا اصلا امکان پذیر دیگه نبود، یعنی یک حکومت به اصطلاح خودشون میانه روتری رو میآوردن که یک کمی فشارها رو مردم کمتر بکنه و درنش این حکومت آخوندی همون جوری که مثلا 30 و چند سال تا اون زمان مونده بود، 40-50 سال 100 سال دیگه ممکن بود بمونه. خوشبختانه موفق نشدن به این انقلاب سبز رو ایجاد کردن در ایران و این موجب شد که به نفع ما ملت شد، هم از نظر این که حکومت آخوندی خودش به خفقان بیشتر و ستم بیشتر و تاراج بیشتر ادامه داد تا جایی که دیگه مردم خونشون به اندازه تو شیشه شد که به لبشون رسیده، در واقع سرشون در رفته و شروع کردن به اعتراضات و خیزش ها و بیداری ملت که میبینیم که هر روز هم در جریانه، و هم این که
اگر اینها موفق شده بودند و اصلاح طلب ها را آوردن بر سر کار، به راحتی میتونستن نقشه فدرال کردن ایران رو هم بکشن و بعد یواش یواش نماینده های دستشانده خودشون میومدن، یکی میگفت ما خوزستان رو میخوایم جدا کنیم، یکی میگفت ما بلوچستان رو جدا کنیم، یکی میگفت ما تبریز رو جدا کنیم، مثلا آذربایجان جدا کنیم، یکی میگفت کردستان رو جدا کنیم، و نقشه تکه تکه کردن ایران خیلی سریع به نتیجه میرسید. بنابراین من میتونم بگم که خوشبختانه در این مورد گلوبالیستا در این تغییر نظام جمهوری اسلامی به بخش به اصطلاح میانه روترش به شکست رسید و اتفاق نیفتاد. از این نظر به نظر میرسه که گلوبالیستا یه جورهایی یه تودهنی به هر حال خوردن از مردم ایران و این اتفاق نیفتاد. اما این که این حکومت در کدام بخش قرار داره در این معادلات جهانی، ما میدونیم که این حکومت یک شاخ و یک بخش نداره. یک بخشش ما میدونیم که با گلوبالیستا هم دستن و هیچ هم بدشون نمیاد که بتونن ایران رو تکه پاره کنن و بتونن آسیب بیشتر بزنن، و حتی میبینیم که یه بخششون مدارا هم دارن، میان مثلا به عنوان معترض در تلویزیون ایران یا در مثلا شبکه‌های اجتماعی میشینن و یهو میبینی از درون خود نظام انگار اپوزیسیونی هم وجود داره، یه چهار تا دونه حرف هم میزنن. یک بخش دیگه شون اونایی هستن که دنبال آرمان‌های به اصطلاح امام راحل و صدور اسلامن، برای همین می‌بینید که اون بخششون مشغول ساختن وبسایت‌های اسلام‌گرا، تندرو، رادیکال، حتی به زبان‌های انگلیسی، عربی، غیره که دارین می‌بینید. اون بخشی از حکومت که توی تبلیغات صدور اسلام و صدور انقلابه همون امثال قاسم سلیمانی‌ها و امثال اون‌ها هستن، بازوهاشون اون‌ها هستن که میرن در کشورهای دیگه موش می‌دونن، میشن هوتی ها، میشن حشد و شعبی، میشن نمیدونم افرادی که میرن در لبنان و سوریه و موش میدونن، موشک میبرن، بمبگذاری میکنن و امثالی. بنابراین ما تو خود همین دولت جمهوری اسلامی هم با یک دست، یک دولت یک دست حتی مواجه نیستیم، و اینا خودشون هم اگه دقت بکنین تو زد و خورداشون یهو میبینی فیلمای همدیگه رو میدن بیرون، اون فیلم زدن موشک مثلا به هواپیمای اوکراینی رو میده بیرون، اون یکی میاد دخترش میشینه میشه رهبر اپوزیسیون در درون ایران، دختر مثلا رفسنجانی که خودش از پایه‌گذاران و از خونریزان این نظام بود و همه فرزندانش تا 7 نسل بعدشون چپاول و غارت و دزدیاشون از این مملکت کردن، یهو میاد میشینه و میگه که مثلا حرفای ضد حکومتی میزنه، اون یک بخش دیگهش میاد مثلا میشه نمیدونم دختر سلیمانی یا اون یکی چرخنده یا اینا، بازوهای گوناگون این رژیم در رده ها و بخش های گوناگون این حکومت در هم و بر هم و به هم ریخته و در داغونه میشه گفت اسلامی هست، که حالا همه اینا با هم بدن، یعنی همه اینا همشون بدن و خودشون با هم هم بدن، و این یک شبکه در هم پیچیده‌ای درست میکنه که مردم ایران رو دچار کاملا سردرگمی میکنه، که نمیدونن اصلا باید با این حکومت چه کار بکنن و کدوم جبهش مثلا چی داره میگه، برای که هر روز که شما تلویزیون رو وا میکنین یومینی مهره شماره یک نظام تبدیل شده به اپوزیسیون نشسته داره مثلا افشاگری میکنه، و برای همینم ما میگیم که این حکومت با همه شاخ و برگاش از اصلاح طلب و رادیکال و نمیدونم اصولگرا و این و اون و صادراتی و وارداتی و کارشناس به اصطلاح خارجیش و خبرنگارش و مهمان برنامه‌ش و نمیدونم استاد دانشگاهش و همه تئوریسینش و این و اون، همشون با هم در واقع سرشون در یک آخره و اون هم حکومت اسلامی است. این معادله جمهوری اسلامی متاسفانه با همه جهان پدیده‌های گلوبالیستی و غیره خودش فرق داره و کاملا یک حکومت، یک کلاف در هم پیچیده هزار تویی است که خودشون به مرور عین کرم همدیگر رو میخورن و پایه‌های این حکومت رو هم میخورن، و همونجور هم که میبینیم خب حکومت به تقریبا ضعیف‌ترین حالت‌های خودش در تمام 44 سال گذشته رسیده، و مهمترینش هم اینه که مردم ایران فهمیدن که هیچ چیزی به اندازه ایران گرایی به اینها کمک نمی کنه. یعنی هر نوع بازی در این
چندین و چند دهه گذشته بهشون نشون دادن بازی های تقلبی و ساختگی و از پیش سناریو شده، حالا دول مختلف غرب و شرق و از حالا چین شما بگیر تا امریکا و مثلا اروپا بوده. ولی آنچه که اصالت در این کشور داره میهنه، مام میهنه و میهنگرایی و میهن پرستی و ناسیونالیسم ملی ایرانی خودمون و همه اون ارزش های ایرانی. حالا اگه پرسش داریم بگین تا اگه نه من برم دوباره. درسته، کاملا درسته بانو آرتمیس. الان میبینیم که یک شوراهای گروه‌های احزابی که البته اینها مرتبا ایراد میگیرن از هر ائتلاف و هر اتحاد وقتی که میخواد در بین اپوزیسیون خارج از کشور یا مردم داخل به وجود بیاد، چون اینها رو در موردشون چی فکر می‌کنی؟ آیا اینها بس هستن به این درسای پشت پرده جهان، تبدیل جهان کشورها به جهان و یا مردم کشورها به افرادی که بی هویت باشن و جهان را، کل جهان را وطن خودشون، آیا این افراد رو همین گروه ها میتونن ساپورت کرده باشن و علت این همه لجبازی با مردم داخل ایران چیه؟ این احزاب، شوراها که دنبال فدرالیزه کردن ایران هستن، علت این لجبازی، لجوجانه اصرار کردن که ما مردم رو، مردم حرف خاصی ندارن و مردم اصلا نمیخوان که جمهوری اسلام بده. در واقع اگه بخوایم به حرفاشون توجه کنیم و تحلیل کنیم، منظورشون اینه، چون مردم در ایران یک پارچه دارن فریاد میزنن که اشا ایران برگرد به ایران و اینا همچنان میشینن تو تلویزیونهاشون و میگن که نه، مردم که متوجه نیستن، یعنی دشمنی میکنن با مردم ایران و میخوان جهت رو کلا عوض کنن. نظر شما چی در این مورد؟ ببینیم بانو افسانه، برای سرنگونی این حکومت و حتی در پس از سرنگونی این حکومت، ما باید بر چند اصل عمده و مهم ولی بدون تغییر متحد باشیم. اگه میخوایم باورمند باشیم، اگه میخوایم بتونیم گروهی یا گروه‌هایی بتونن یک پارچگی یا یک اتحاد یا یه همسویی با هم پیدا کنن که نخستینش ایرانه، یعنی ما باید نقطه مشترک هممون یک ایران یک پارچه باشه و هر کس از اولین قدمش که یک ایران یک پارچه است دیویشن یا انحراف یا مشکلی داره، اون نمیتونه با بقیه متحد باشه. این سودی نداره، چون شما مثل که میخوای سواری یه تاکسی بشی بری مثلا شمال شهر، یکی میخواد سواری یه تاکسی بشی بره غرب شهر، شما هیچ وقت نمیتونین با هم دیگه سواری یه تاکسی بشین. شما موقعی میتونی با کسی همراه و هم سفر و هم گام بشی که راهت یکی باشه. ما نخستین چیزی که باید، اگر گروهی یا گروهایی میخوان ائتلاف بکنن، نخست باید بر تمامیت ارضی ایران، یک پارچگی همه ایران، یک کشور، یک پرچم شیر و خورشید، یک ملت به نام ملت ایران و یک حکومت متمرکز، اول باید به این اصول پایدار باشن و اگر غیر از این باشه، هرچی هم بگن، حالا یه گروه چپی هم این برداریم، یه گروه مجاهد هم اون برداریم، یه گروه مثلا جمهوری خواه هم این برداریم، یه گروه سکولار دموکرات هم اون برداریم، یه گروه فلان، اینا این چند اصل و روش باید توافق وجود داشته باشه و بپذیرن که متاسفانه بسیاری از این گروه اهدافشون اصلا با این اصولی که من گفتم که اصول ایرانی، ایرانگرایی و ملی این کشوره و این کشور بدون این اصول نمیتونه بمونه و راه به جایی ببره، معتقد و همباور و هماندیش نیستن. برای همینه که شما نمیبینید که بشه بین افراد اپوزیسیون در خارج از کشور اتحادی ایجاد کرد، برای که اینا گروه هایی هستند با اندیشه های کاملا کاملا متفاوت و حتی متضاد. ما وقتی میگیم یک میهن، یک پرچم، یک ملت و یک حکومت متمرکز، خب کسی که فدرالیست رو قبول داره حکومت متمرکز نمیخواد. یک ایران رو خیلی از اینا چپی ها اصلا یک ایران رو باور ندارن، اینا جهان وطن هم میگن اول ایدئولوژی سوسیال کمونیست سوسیالیست بعد کشور، ایدئولوژی رو میذارن جلوتر از اولویتی کشور. یا اینکه مثلا هنگامی که یک کسی مثلا جمهوری خواهه،
میخواد هر 4 سال یک بار این کشور رو بندازه تو فراز و نشیب انتخابات، بعد یه بنم داره حرف دموکراسی و آرای اکثریت رو میزنه. مگه شما میتونید راجع به اصول اصلی یک کشور آرا بخواید و همه پرسی و رأی اکثریت؟ مثلا مثل که بگیم ما فردا میخوایم بشینیم ببینیم همه مردم ایران راجع به کیش چی میگن، ای میگن نمیخوایم بندازیم بره، به چه درد میخوره کیش اونجا افتاده وسط دریا، بندازیم بره. آیا میشه این همچین چیزی شما رو اصول کلی، هویت، حیثیت، موجودیت یک کشور، یک ملت، یک پرچم، تمامیت ارضی و با هم بودن این مردم، یک زبان اصلی حتی مثل زبان رسمی که در آمریکا انگلیسیه، آیا کسی میتونه تو آمریکا بره مدرسه دولتی بعد بگه من نه آقا من میخوام زبان فرانسه اینجا بخونم، من نمیخوام با زبان انگلیسی برم مدرسه؟ آیا میشه همچین چیزی در همون ترکیه؟ آیا کسی میتونه بره مدرسه و بگه من زبان ترکی نمیخوام، من میخوام بشنم با زبان آلمانی اینجا درس بخونم؟ خب همچین چیزی نیست. اصلا بانو آرتمیس، نه فقط زبان آلمانی، بخوایم مثال بزنیم، ترکیه جمعیت زیادی کرد داره که کرد بله. ولی اجازه آموزش زبان غیر ترکی ندارن، غیر بله. زبان رسمی ترکیه تو مدارس و در همه ادارات در همه جا زبان ترکی هستش. من نمیدونم اینایی که انقدر خودشون رو میکشن برای رسیدن به چسبیدن به ترکیه یا حالا به عربستان، اینها تو این کشورها این افراد میتونن بیان بگن آقا زبانه مثلا تو کشور مثلا چجوری بگم، یک کانادایی که داره توی که غیر از مدارس خصوصی ما داریم میگین، مدارس خصوصی هم شما باز باید زبان اصلی زبان اولت باشه، حالا بعد دو زبانه ممکنه یه زبان دیگری هم مثلا زبان فرانسه یا زبان اسپانیایی یا زبان آلمانی یا فارسی یا هرچی که میخواییم بخونیم به عنوان زبان دوم، ولی در هیچ کشوری در جهان مگر مثلا سوئیس که کلن 4 زبانه بوده و بوده و بوده از درازای تاریخ و اصلا اونا مشکل هویتی ندارن، یعنی مشکلشون این نیست که بگن الان ما این مثلا تو زوریخ داریم آلمانی حرف میزنیم، تو ژنو فرانسوی، حالا ما میخوایم فردا کشور رو تیکه پاره کنیم، ژنو برای خوش بره بشه یک کشور، زوریخ برای خوش بشه یک کشور، همچین چیزی نیست. ولی در ایران به خاطر وسعت کشور و موقعیت استراتژیک این مسائل حتی از کشورهای دیگری که در چنین موقعیت خطرناکی کشورشون از جغرافیایی در جهان قرار نگرفته، حتی در کشورهای دیگه این کارا رو اجازه نمیدن بکنم. بنابراین علت این که یک عده‌ای میگن که حالا ما بیایم ائتلاف کنیم، چرا ائتلاف نمیشه، چرا؟ برای اینکه اصلا افراد در جایگاهی وایستادن که ایرانی نیست، جایگاهی است که اول منفعت ایران و مردم ایران و کشور ایران درشون مهم نیست، اهداف دیگری دارن. خب با اینها اتحاد به جایی نمیرسه، دقیقا همون راه تاکسی غرب تهران یا تاکسی به سمت شمال تهرانه، شما هیچ وقت این دوتا رو نمیتونید در یک جهت قرار بدید برای که اهدافشون فهم کنید. بنا همین هم این که مردم درون ایران خودشون هیچ مشکلی ندارن با هم، همیشه هم دیدید مردم ایران اصلا براشون مهم نیست شما کجایی هستید، لهجتون چیه، با کی دارین چه کار میکنین، کجا زندگی میکنین. مردم ایران واقعا هیچ وقت، ما در درون میهن سالهای سال زندگی کردیم، اونجا بزرگ شدیم، درس خوندیم، هیچ کدوم این مشکلات رو نه در دانشگاه هامون داشتیم، نه در مدارسمون داشتیم، نه موقعی که میرفتیم برای کار یا برای تر به شهرهای دیگه، ما هرگز این مشکلات رو ندیدیم، نه حس کردیم، نه هیچ دیسکریمینیشنی بود علیه این که مثلا میگم من خودم برام یه مریض اگه میومد این مریض فارس بود یا لور بود یا ترک بود چه فرق میکرد؟ مریض میومد تو بیمارستان ما همون کاری باید میکردیم، به برای همه باید میکردیم. یعنی ما خود من زبان مادریم زبان لوری، یعنی ما تو خانواده لوری، الان هم با مادرم اگر هستم لوری باش حرف میزنم یا با بقیه افراد خانوادم، و هیچ گونه من یادم نمیاد قبل از اینکه برم کلاس اول ابتدایی هرگز فارسی صحبت کرده باشم، همیشه لوری حرف می‌زدیم چون کل خانواده ما مثلا منطقه ما یه منطقه لورنشینه. خودم کوچکترین مشکلی هم با این قضیه نداشتم. حالا این افراد با من به خاطر همین پرسش رو مطرح کردم که آیا این افرادی که همچنان بر طبل لجبازی میکوبن برای این و این مسائل رو پیش میکشن، مثل نمیدونم تدریس به زبان مادری و بقیه چیزها، آیا میتونن مهره های همین گلوبالیسم باشن و بازیچه دست این سازمان ها، گروه ها یا افراد باشن؟
این پرسش. نه متاسفانه آره همین جوری که گفتی، ما هیچ گونه از این مشکلات رو در ایران نداریم. مردم درون ایران خودشون بهتر از همه کس دیدن که تنها هنگامی ایران داره جلو میره و پیشرفت میکنه و آرامش و امنیت برقرار میشه که نخست یک حکومت متمرکز داشته باشن و اون حکومت متمرکز برای که با نفس فرهنگ این جامعه همراه پادشاهی هست و چیز دیگری هم کار نمیکنه. الان دارین 44 سال میبینین دیگه کار نمیکنه. و این جمهوری هم نبود، یه جمهوری دیگه هم بود باز کار نمی کرد، برای که ما این بازی های 4 ساله جلوی رشد و پیشرفت و سازندگی رو در کشورمون میگیره و هی باید بیاییم بریم جلو تقلب انتخاباتی رو بگیریم، هی باید بریم جلو خرید و فروش آرا رو بگیریم، بریم دنبال فساد اقتصادی و دولتی رو بگیریم، هر رئیس جمهوری که میاد همه کابینه رو عوض میکنه، همه آدم ها رو میریزه بیرون، از نو آدم های دیگر میاره به خودش. این فراز و نشیب ها نمیتونه ایران رو به جایی برسونه. برای همین ما در درون کشور این مشکل رو خوشبختانه نداریم. اما یه نکته خیلی مهمه من اینجا اضافه بکنم، بسیاری از این افرادی که گلوبالیست هستن، دستای پشت پرده در جهان دنبال بی کشوری مردم هستن، مردم رو از کشور و تابعیت و هویتشون توهی کردن هستن، متوسل میشن به شبکه‌های مجازی. یعنی قدرت اینها خیلی زیاده در شبکه‌های مجازی. چرا؟ برای که شبکه‌های مجازی هر دروغی رو میتونن گسترش بدن و هر جور شستشوی مغزی دلشون میخواد میکنن. به اینها هم میگن ارتش سایبری. در جهان این گلوبالیست ها، این ارتش سایبری که جمهوری اسلامی نام افراد خودشو گذاشت، در واقع ترجمه سایبر آرمی همون چیزیست که گلوبالیست ها دارن. و اگر شما دقت بکنید در تمام جریانات تقلب انتخاباتی بایدن از این لشکرکشی سایبریشون تلاش میکردن استفاده کنن. و چون شما در حالت سایبری افراد رو نمیبینید، با افراد بیچهره شما در اینترنت یا در شبکه های اجتماعی مواجهید دیگه، شما اصلا نمیدونید اون کسی که یه عکس گذاشته و یه آیدی اصلا این زنه یا مرده، چه سنی داره، چه کار داره میکنه، کجا داره زندگی میکنه. همه چیز اینها میتونه جعلی باشه، دروغ باشه و تظاهر باشه. در نتیجه این کار مبارزه با گلوبالیسم رو خیلی دشوار میکنه برای دولت ها، برای که با دشمنانی مواجهن که اصلا نمیشناسنشون، چهره به چهره نیستن که تارگتشون بکنن. و برای همین هست که ما داریم میگیم خطر این جهان وطنی، بی وطنی، بی کشوری، بی تابعیتی و تبلیغات اینها و بازی های سیاسی اینها بسیار برای جهان آینده خطرناک زیاده. و جالبه که حتی این شبکه های اجتماعی رو دست گلوبالیست ها پشتش هست، درست کردن اینها و منیجمنت اینها، اداره اینها دست اونهاست. و میبینین که خیلی اوقات اینها رو مردم رو مسدود میکنن یا بلاک میکنن، فیلتر میکنن افراد رو و بعد از یه مدت اصلا صدای مخالف خودشون رو خفه میکنن. برای همینم برخلاف آنچه که گلوبالیسم ادعا داشت که این شبکه های اجتماعی صدا و دموکراسی و آرای مردم رو به گوش همه میرسونه، نظرات میرسونه، امروز میبینیم که همه اینها واقعیتش اینه که بازیست. صدای هر کسی که دلشون میخواد رو میرسونن، صدای هر کسی که نمیخواد رو میبندن. و این تازه خیلی خطرناکتر از دیکتاتورشیپ دولت هاست، برای که حداقل در دیکتاتورشیپ دولتی تو میدونی با کی طرفی، ولی اینجا مثلا یک نام مردم دارن به نام مارک زوکربرگ. در واقع مارک زوکربرگ تنها یک نامه، یک عروسک خیمه شب بازی در جلوی صف هست به عنوان یک سی او، نشوندنش روی به شبکه اجتماعی فیسبوک، در حالی که چه کسانی دارن اون پشت خط مشی‌ها رو تعیین میکنن، بکن نکنها رو، چه چیزهای فیلتر بشه، چه کیوردهایی حذف بشه، مسدود بشه، چه چیزهایی شما نتونی بنویسی، چه چیزهایی رو براشون بردارن، چه تصاویری رو بردارن، چه افرادی رو به کل محروم بکنن و چه اندازه اطلاعات شما رو این شبکه‌های اجتماعی مجازی تا کنون فروختن. اینها خطرات اطلاعاتی داره برای ملت، خطرات اطلاعاتی داره برای کشورها. یکی از بدترین اتفاقاتی که در دنیای امروز توسط همین افراد پشت پرده‌ای که دنبال بی کشوری یا بی تابعیتی یا به اصطلاح استیتلسنس هستند در جهان،
تشکیل سازمان‌های اطلاعاتی خصوصی است. یعنی شما همیشه در تمام تاریخی که حالا ما از دوران اردشیر پاپکان سازمان اطلاعات در ایران داشتیم، یکی از کهن‌ترین ملت‌هایی بودیم که جمع‌آوری اطلاعات می‌کردیم که کسی دشمنانمون مثلا یونان یا روم یا اینها به ما حمله نکنن، یا مثلا مصالح کشور به خطر نیفته، یا عده‌ای رو نیام بشونن سر راه کشور، یا مثلا ببینیم که در چه حال برنامه‌هاشون. ما این اطلاعات‌ها رو رد و بدل می‌کردیم با به اصطلاح افرادمون که اطلاعاتی های ما بودن یا سازمان های امنیت ملیمون بودن، با کشورهای دیگه که ببینیم چه خبره برای حفظ کشور. ولی میخوام بگم ما همیشه در تمام تاریخ سازمان های دولتی همیشه دولتی بودن، سازمان های اطلاعاتی و امنیتی. برای چی؟ برای که دولت باید یک بودجه بذاره برای سکیوریتی و ایمنی کشور، برای که نیان مثلا مثل همین جریان کاترین شکوم بود کی بود که آورده بودن و جاسوس اسرائیل بود، برای اینکه این اتفاقا نیفته در کشور. حالا من کاری به جمهوری اسلامی ندارم، ولی ما در زمان شاه، در زمان شاهنشاه آریامهر، خب ما یکی از بهترین سیستم های امنیت رو داشتیم. نه مردم میزدن، نه میبردن، نه میکشتن، نه شکنجه ای بود. هیچ کدوم اینا که بعدا دیدیم که همش دروغ بود، و خود چون بعدا اومدن اون افرادی که این دروغ ها رو گسترش دادن اومدن اعتراف کردن، بودن ما این دروغ ها رو میگفتیم برای اینکه سرنگون کنیم دولت شاهو. ولی کار مهمی که وزارت امنیت، سازمان امنیت ایران میکرد، حفظ کشور از خطرات بیرونی بود. اینکه جاسوس از عراق نیاد تو ایران، جاسوس از روسیه نیاد تو ایران، جاسوس از کشورهای مختلف نیاد، صدمه‌ای نزنن به امنیت ملی، صدمه‌ای نزنن به کشور. و حتی ضد اطلاعات هم داشتیم که اطلاعات اشتباه بگسترانن که اخبار عوضی از ایران بیرون بره حتی. ولی الان امروز در جهان که من و شما با هم حرف می‌زنیم، سازمان‌های اطلاعات خصوصی درست شده که مال هیچ کشوری نیستن و کارشون هم جمع‌آوری اطلاعات از همه دنیاست. همین هایی که اطلاعات رو میان می‌خرن از امثال فیسبوک‌ها، شبکه‌های اجتماعی، از انواع کمپانی‌ها، از بانک‌ها، از انواع و اقسام جاهایی که شما مدارس، دانشگاه، هر جا که شما سر و کارتون با اجتماع، با امور مالی، با امور ملکی، با امور اداری، سیاسی، دولتی باشه، اطلاعات شما رو شروع کردن به فروختن. و بعد این سازمان‌های اطلاعاتی خصوصی اطلاعات رو به هر کسی که قیمتش رو بپردازه می‌فروشن. و ببینید این چقدر خطرناکه، برای که شما مثلا ممکنه این مثلا میگم مثلا کره شمالی بیاد بره از همین سازمان امنیتی خصوصی اطلاعات بخره، سوای کاری که خود اطلاعات خودشون میکنن. مثلا راجع به آمریکا، از تو خود آمریکا یه سازمان‌های دولت غیر دولتی جاسوسی یا اطلاعاتی هستن که تمام اطلاعات در مورد آلمان، در مورد اروپا، مثلا فرض کن اروپا، آمریکای جنوبی، آسیا، هر جای دنیا اینا اطلاعات رو جمع میکنن. اطلاعات راجع به افراد، اطلاعات راجع به کشور، راجع به صنایع کشور، معادن کشور، تجهیزات ارتشی هر کشور، همه چیزی که میتونه یک کشور رو نگهدار و امنیتش رو تامین بکنه. اینا با پولی که تو بدی بستگی داره، حالا هر اطلاعاتی میخری چقدر مهم باشه، چقدر پولش باشه، ولی هر اطلاعاتی رو میفروشن. شما بدتر از این میخواین ببینید دیگه در دنیا؟ وقتی شما سازمان اطلاعاتت مال کشور خودت نباشه و اطلاعات تو رو همه دنیا بتونن بخرن و بفروشن. این خطرها هست که ما داریم میگیم دنیای آینده در واقع جریانات گلوبالیست یا جهان وطن دنبالش هستن، برای اینکه کنترلشون رو روی جهان افزایش بدن، همه چیز رو بتونن مانیتور کنن، همه چیز از زیر نگین خودشون بگذره. برای همینم ما باید خیلی مواظب باشیم. پدیده گلوبالیست فقط یک پدیده ای نیستش که شما فکر کنین مثلا دنبال اقتصادن یا دنبال نمیدونم مثلا جابجا کردن افراد هستن. نه، پدیده گلوبالیسم با همه ثبات جهان داره بازی میکنه. گروه های خاص در یک شبکه های خاص، شبکه هایی که چهره ای ندارن، هیچ افرادشون معلوم نیستن و به شدت میتونن هرج و مرج و به شدت تعارض و به شدت گیر و گرفتاری در جهان ایجاد بکنن. شبکه های این بسیج سایبریشون رو داشته باشن بدون قلمرو، بدون محدوده اداری سازمانی، بدون اینکه کسی بتونه اینا رو مستقیم تارگت کنه و بزنه و بگیره، بتونن ماهرانه تبلیغ میکنن، ماهرانه
خودشون رو گسترش میدن تو ذهن مردم، ماهرانه دزدی های گوناگون اطلاعاتی بکنن و انسانها رو به شدت و کشورها رو به شدت آسیب پذیر بکنن. بنابراین بیکشوری به نظر من نقاط ضعف بسیار جدی داره و حتی فناوری هایی که دارن و امکان پذیر کردن که جدیدن دائما در حال توسعه هستن، به هر حال این تحولاتی که دارن ایجاد میکنن دیر یا زود بایستی توسط دانش بناوری های گسترده تر و بهتر از اونها و به ویژه توسط افراد میهن پرست باید اینها کشف و شناسایی بشن و از نفوذ بیشترشون در جهان در واقع جلوگیری بشه یا حداقل پاتکش رو زده بشه که دیگه همه چیز جهان از دست نره. کاملا درسته بانو آرتمیس. و راهکار چگونه می شود مقابله کرد؟ ببینین، من فکر میکنم که دولت ها باید در واقع برای چالش های مستمر و بیش از پیش این بازیگران گروه های بی کشور خودشون رو آماده کنن. در واقع دولت ها باید نیرومندتر بشه. ما باید به این تهدیدات پاسخ بدیم و ارزشش رو داره استراتژی های تدافعی در نظر بگیریم. یعنی استراتژی ها باید به عنوان سیاست توسط دولت ها دنبال بشه. ممکنه به عنوان یه پاسخ طبیعی به حملات طولانی مدت این شبکه ها مثلا برنامه ریزی بشه، یا ممکنه که کشورها برنامه ریزی بکنن برای اینکه چگونه تمرکز داشته باشن، جلوی عدم تمرکز ها رو بگیرن، جلوی در واقع گسستگی فرهنگی کشورها رو باید بگیرن، جلوی اینکه مردم به دنبال چیزهای آسان و فریبنده باشن باید جلوش گرفته بشه، کارهایی که سازنده نیستن و آسان پول در میاد مثل همین شبکه بازی ها و اینترنت بازی ها و این بازی هایی که میبینیم از تو چه پول های بی خودی در میاد، کارهای کاذب کشور رو از تولید میندازه، کشور رو درگیر بازی های سایبری میکنه و نیروهایی رو که دولت میخواد جمع بکنه باید از میهن پرستترین و شایسته ترین افراد رو در سیستم هاشون بذارن، در سیستم دولت، حالا سیستم قضایی، قانونگذاری و اجرایی کشور، در پلیس و ارتش اون کشور شما باید میهن پرستترین، نیرومندترین و پرانگیزه ترین افراد رو جمع بکنید، بذارید همینطوری باری به هر جهت، هر کس نباید بتونه به پیونده به ارتش و پلیس یک کشور. در انتخاب حکومت باید مستقیما دست کم ما ایرانی ها باید سیستم کشورداری بومیمون رو، ملیمون رو، آنچه که تاریخمون بر اساس ساخته شده در نظر بگیریم. اداهای روشنفکری در آوردن، اداهای این که الان همه دنیا داره به سمت فمینیسم میره، داره همه دنیا به سمت دموکراسی میره، حقوق بشر همچینه، حقوق بشر همچینه، این اداها رو بذاریم کنار. در نگاه ما ایرانیان تمام اینها خودش نهفته است، وجود داره و هر ایرانی خودش میتونه به قدرت و به شدت در واقع سر آنچه که براش بایدها و نبایدهای ارزشی و اخلاقی و پرنسیپ زندگیشه بیسته. این بسیار مهمه و برای ما خیلی مهمترم هست، برای اینکه کشورمون یک کشوریست بسیار آلوده به اعتیاد، بسیار در هم خمیده و خموده و در هم شکسته، با جوانان بسیار در هم شکسته که این دولت موجب نابودی منابع و سرمایه های بسیاری از سرمایه انسانی و فرزندان و نسل‌های بعدی ما شده. باید آموزش اینها رو و پرورش اینها رو و باز پروری اینها رو به جدیت در آینده ایران آزاد در نظر بگیریم. یعنی تمرکز اصلی در ایران بر روی نسل جوان، حالا از کودک، از بسیار نوباوه و خردسال تا به آخر سنی که جوانان وارد عرصه نیروی کار هستند، نیروی کار و بازار هستند، بازار کار ایران هستند، باید رو این قشر سنی وسیع تمرکز داشت و برای اینا کار کرد و از نو این ملت رو بازیابی و بازپروری کرد. سپاس از شما بانو آرتمیس عزیز. اگر که
صحبت پایانی دارید ما میشنویم، اگر نه که بدید. خیلی هم ازتون ممنونم. یادمون باشه ما اینها رو که میگیم منظورمون این نیست که مردم از دستشون هیچ کاری بر نمیاد، منظورمون اینه که مردم بین خطوط رو بخونن، اون بازی های پشت پرده رو بدونن و بشناسن. مطمئنا نیروهای مردمی و بیداری های مردمی داره در جهان صورت میگیره. در ایران خود ما یک بخش های مهمی از جامعه ما دچار این بیداری ملی دارن دوباره میشن، یک بخش های زیادی دارن دوباره به این خودشناسی ها یا به این تاریخ شناسی ها و هویت شناسی ها میرسن. دست کمش اینه که چیزهایی داره به گوششون میخوره که 20 سال و 30 سال پیش اصلا موقعی که ما مثلا نوجوان بودیم و جوان بودیم خیلی به گوشمون نمیرسید، نه از ماهواره ها نه از شبکه های اجتماعی وجود داشت که ما اینها رو بیاموزیم و یاد بگیریم. امروز اگر این برنامه ها وجود داره اینها رو بشناسیم، بشنویم، آموزش ببینیم و بعد بریم و به دیگران آموزش بدیم. هر یک ایرانی یک نفر دیگر رو آموزش بده براش کلی کار مهمی است، به ویژه برای نسل جوان سرنوشت ساز این کشور. حالا آدم 70 ساله و 80 ساله و 90 ساله دیگه نیازی هم نیست، اگرم نمیدونه، اگرم یه عمر مسلمون بوده و دولا راست شده و خم راست شده و رفته پول و گردنبندش رو تو حرم امام رضا منداخته، دیگه اونها از نقش ایران سازی و نسل آینده گذشته کارشون. ولی برای این نسل و برای نسل‌های آینده خودمون رو بسازیم و دیگران رو کمک کنیم که بازیابی هویت ایرانی و کشور ایران رو داشته باشیم. درسته، به بزرگترین نقش و مسئولیت رو ما مادران ایرانی داریم که به نوجوانها یا جوانامون رو داریم پرورش میدیم و متاسفانه خیلی ها رو میبینیم که این روزا نابهنجاری بچه هاشون رو یا دستکجیش رو یا گولمالیدن سر دیگران رو نشونه زرنگی رندی میدونن. بیان این اخلاق و این زشتی هایی که در طول این 1400 سال بماند، در طول این 43 سال گذشته بر خانواده و جو حاکم بر ایران رو فرما شده رو به بچه هامون گوشزد کنیم، به خودمون یادآوری کنیم که ما مردم ایران لایق بهترین ها هستیم و این کلک ها و این نوع زندگی پر از خاری و خفت فقط مخصوص همون جهان اسلام هستش، با آخوندی که به زودی از ایران بیرون انداخته خواهد شد و ایران میماند و ارزش‌های ایرانی. سپاسگزارم بانو آرتمیس عزیز از حضورتون، بسیار برنامه پر مغز و مفیدی بود برای من، مطمئنم برای بیننده ها هم همینطور خواهد بود و همینطور از کسانی که این برنامه ها رو دنبال میکنن خواهش میکنیم که در نشر این برنامه ها با ما همراه باشید. سپاس از شما. پاینده ایران بدرود. پاینده ایران جاوید شاه.